you with that do do do. بریم واسه آموزش نیداولیر. نفهمیدم که نیداولیره ولی فهمیدم ولیر. داستان بازی نیداولیر اینه که ما سری دورفیم بعد انگار یه حمله ای شده، از اژدهای حمله کرده سرزمینمون رو، ما قراره ارتش جمع کنیم بریم به جنگش. اصلا مهم نیست، کلا 5 نوع دورف داریم، بریم بنا سبز و آبی و قرمز و نارنجی، حالا بلک اسمیت و هانتر و اکسپلورر و وریر و ماینر هم. اینا تو نوبتمون بازی هم دو تا ایج داره دیگه، ایج یک و ایج دو. ایج دو هم تمام بشه خب تمام بشه بازی. سه تا تاورن هست تو بازی، به خود به اینا میگه تاورن، که توش به تعداد بازیکن ها کارت رو میشه. این کارت ها از انواع مختلف دورف هستن و رنگ های مختلف دارن. 5 تا سکه داریم ما اول بازی، تا آخر بازی این 5 تا سکه داریم، 0 2 3 4 5 1 نداریم که ما با اینا بید میکنیم. یعنی من انتخاب میکنم مثلا این سکه 5 رو میذارم واسه این تاورن، 2 رو مثلا میذارم واسه این تاورن، مثلا 0 رو میذارم واسه این تاورن، که بعد همه این کار رو میکنم به صورت مخفیانه، بعد با هم دیگه رو میکنیم این بیدامون. چرا چیکار نمیکنیم؟ آره به ترتیب از اولین ستون رو میکنیم، نه همه رو با هم. درست، اولین ردیف منظورته دیگه. آره همون ستون رو ردیف، من این وری ال سیدیم. اینجا این وری چی داره؟ اصلا تو خود بازی توی رول بوکش ستافش که گرده افقیه، یعنی بیا چی شد؟ دیدی؟ افقیه دیگه عمودی نیست دیگه، یعنی ردیف داره. حالا اصلا مهم نیست. آره بسه هر تاورنی رو جدا جدا رو میکنیم، مثلا تاورن یک، تاورن دو، تاورن سه، هر ردیفی رو. بعد هر کی که عددش بالاتر باشه شروع میکنه به انتخاب کردن دیگه. بچه شما مثلا که انتخاب کنید سکاتون رو بذارین یه دونه بدم، مهم نیست. نفر اول خیلی مهمه. آنتی کنان چیه؟ استراتژی چیه؟ خوزه به ترتیب این کارت ها رو میگیریم، تورن دوم همینطور، تورن سوم همینطور، یه ترن تمام میشه. الان مثلا تو بازی سه نفره چهار ترن تمام بشه، ایج یک تمامه، ایج دو هم دوباره چهار ترنه و دوباره بازی تمام میشه. امتیاز گیری چجوریه تو این بازی؟ این کارت های دورفمون پنج نوع، دورف آبی کمرنگه رو میگم راحت تره، اکسپلوره را با این وریه را که قرمزن یه عددی بازه هر کارتشون نوشته، اون عدد امتیاز عملا. یعنی مثلا این کارتی که پنج نوشته روش، من این کارت رو بگیرم پنج امتیاز بگیرم، یا مثلا واسه اکسپلورر آبی کمرنگ هم الان مثلا من پنج بذاشتم نفر اولم مرتضا سه کنه. خب من اولم هم مثلا میتونم این وریه رو استخدام کنم، بعد مرتضا استخدام کنم، بعد فردین فرمید از داشتم میگونم حفاظ کنم شد پرد. کارت قرمز و آبی کمرنگ هم عددی که روشونه بهتون امتیاز میدن. کارت های سبز و بنفش خودشون امتیازی بهتون نمیدن، یه علامه اینش عددی نوشته نشده، یه رنگی دارن. اینجا یه چیزی کانتریه که شمارنده ایه که بر اساس لول اون کارت ها بهتون امتیاز میدن. یعنی مثلا من یه دونه سبز اینجا استخدام میکنم یه دونه امتیاز میدن، اگه دو تا سبز داشته باشم چهار امتیاز، حتی نو همینجوری به توان دو میشه. واسه بنفش هم همینطوریه دیگه، حالا سبز امتیاز بیشتری میده به توان دو میشه، هر لولی که داشته باشه به توان دو به امتیاز میده، بنفش رو به علاوه 4 به علاوه 5 به علاوه 6 اضافه میشن. و خب کارت های سبز کمترن تو بازی دیگه، کارت های بنفش بیشتر. یه سری کارت هم هستش این شکلی، رویال آفرینگ بهش میگم. من این کارت رو بگیرم میتونم عدد یکی از این سکامو به علاوه اون عددی که نشون داده کنم، به علاوه 3 هم کنم مثلا. مثلا میگم این تاس این سکه 5 هم میکنم 8، از این بعد خب این سکه ها واسه بیت کردن دیگه عدد بالا تاییدم. صفر داستانش چی بود؟ من بید صفر کرده بودم. صفر اگه بذاریم که ما 5 تا سکه داریم، 3 تا تاورن، 3 تا سکه هم میذاریم، 3 تا تاورن، 2 تا میمونه دستمون. این 2 تایی که میمونه دستمون اگه صفر رو ما گذاشته باشیم توی یکی از این تاورنا، اون 2 تای دستمون با هم دیگه جمع میشن. الان مثلا من 3 و 4 رو گذاشته بودم بیرون با هم دیگه جمع شدم، من یه سکه 7 گرفتم. اینجوری شما میتونید عدد سکاتونو بالا ببرید. یکی با این روشی که ما رویال آفرینگ ها. حالا یه قضیه است تو این بیدا، بگی اگه این بیدمون مثلا چیز بشه،
مساوی باشه با بازیکن دیگه که اول انتخاب میکنه. ما یه چیزی داریم اینجا به اسم جم که عددش اینجا 3 4 5 تعداد بیشتر مثلا میگم 2 3 4 5 میشه، دو نفرش فکر کنم 4 و 5 داره. بعد اینجوری که اگه دو نفر با هم دیگه مساوی بشه عددشون، یعنی جفتو مثلا 3 بیت کنی، اونی که عدد جمش بیشتر باشه جلوترش شروع میکنه. بعد اینا اول بازی رندوم پخش میشه. بعد الان که ولی مثلا ما با هم دیگه مساوی شدیم، مثلا دو نفر 3 بزن مساوی بشن، اون جماشون با هم دیگه برعکس میشه. من که 3 ام جمم میدم مثلا به اون کسی که 4 ام، جم 4 شو میگیره. بعد همینجوری تا وقتی که این مساوی بشیم این جما بینمون میگرده. حالا هدف اصلی این کارت جمع کردن چیه؟ یکی این امتیاز گیریه. آه امتیاز چی رو نگفتم؟ قرمز و با نارنجی و قرمز ها که عدد روشون امتیاز میده و هر کی که بیشترین تعداد وریرا رو داشته باشه این قرمز ها، عدد بزرگترین سکهش به امتیازش اضافه میشه. یعنی امکان داره بزرگترین سکهت مثلا آخر بازش هم 23 باشه و بیشترین قرمز هم داشته باشه یا 23 امتیاز اضافه تر میگیره. و اگه با هم دیگه مساوی باشن تو تعداد قرمزا، همه کسایی که مساویان اون امتیاز بیشترین سکه رو امتیاز میگیرن. این نارنجی ها که ماینرن خیلی خفنن. امتیاز روی کارتاشون کمه معمولا 0 1 2 معمولا هست که همین 0 1 2 دیگه زیرو فقط سه دارن. که اینا رو می‌ذارین عدد روشون جمع میشه به تعداد کارت، تعداد کارت ضرب میشه. یعنی من اگه 3 تا کارت نارنجی داشته باشم که 0 1 و 2 باشه عدد روشون، اون 0 و 1 و 2 با هم دیگه جمع میشه، میشه 3 و ضرب در تعداد کارت میشه که اونم 3 به 9 امتیاز میده. و اینجوری که مثلا خیلی کارت نارنجی با عدد 0 هم حتی میگیریم که فقط اون ضرب در تعداد بیشتری باشه. حالا نکته جذاب داستان اونجایی که اگه یک ردیف رو کامل کنیم، یک ردیف از هر رنگ، یک ردیف رنگی از هر رنگ رو کامل کنیم، میشه باش هیرو اسم میخوای نشون بده. حالا من ضرب نارنجی بگیرم. آره الان مثلا که مرتضا یک دونه از همه رنگ ها رو داره، هر رنگ از همه رنگ ها رو داره. الان مرتضا میتونه هیرو استخدام کنه. هیروها اینجا کلیک کنید، اینجا هیروها براتون میاد. معمولا یه سری هیروها داریم که تو رنگ دورفا که هیروهای خفنی هم، مثلا این یه هیروی قرمز که مثلا 14 امتیاز میده، یا یه هیروی بنفشه که 3 تا رنگ اضافه میکنه که یه عالمه امتیاز میشه خودش. این عدد آتیشی هم که داره، یعنی باید یه کارت رو بسوزونید شما. یعنی مثلا من این هیرو رو استخدام کنم، یه کارت از بقیه ستون رو باید حذف کنم، مثلا یه دونه سبز رو حذف میکنم. و نکته که داره اینه که اگه من مثلا یه سبز رو حذف کنم، بعدن یه سبز استخدام کنم نمیتونم یه هیرو بگیرم باهاش. یه بار هیرو رو گرفتم با رنگ یک، دیگه نمیتونم دوباره هیرو بگیرم با رنگ یک. این هیروها معمولا قابلیت، یعنی امتیازه خفنی میدن خیلی. مثلا این 3 تا رنگ نارنجی اضافه میکنه، خیلی مثلا ضرب در تعداد کارتاتون میاره بالا. یه سری هیروها دارن که رنگی نداره، میاد کنار دستتون دیگه، توی این ستونا نمیاد معمولا. این 5 تاشو که از این داداشا هستن، دوئل برادرا، که امتیازش تساوی میره بالا. یه دونه از این داداشا رو استخدام کنید تام 13 امتیاز، دو تا 40 امتیاز، بعد 81 دیگه خیلی امتیاز بالاییه. بقیهشون رو حالا تک تک میتونید بخونید دیگه. مثلا این فقط 17 امتیاز میده، این عدد بیشترین سکت رو در همون لحظه باز جمع میکنه، همون لحظه آخر باز جمع میکنه، باید اضافه میکنه. این مثلا یک از سکات رو به علاوه 7 میکنه، خوش 6 امتیاز داره. حالا هیروهای دیگه که میتونید به اینجوش بخونید. پس این بعد میتونید کمبو بزنید تو هیرو گرفتن. این میتونید یه هیروی مثلا سبز استخدام کنید که باز خوش مثلا یه هیروی دیگه استخدام کنید. این بازی خیلی حرکت خفنیه. آخر ارای یک یه اتفاق میفته. من این اعداد هم علکی میکنم. آخر ارای یک نگاه میکنیم هر دورف رو، یعنی هر نه دورف، هر ستونمون رو کی بیشتر داره، یعنی کی بیشتر این بنفش رو داره، کی بیشتر این سبز رو داره، کی بیشتر این قرمز رو داره. بعد آخر ایج یک اینا هر کدوم یه کارت مخصوصی میگیرن که تو ایج دو میتونن از قابلش استفاده کنن. مثلا هر کی بیشترین قرمز رو داشته باشه در لحظه این کارت رو میگیره آخر ایج یک، که باعث میشه بتونه 5 تا به عدد سکه‌اش اضافه کنه، یکی از سکه‌اش 5 عدد اضافه کنه. اگه بیشترین هانتر رو داشته باشه، بیشترین سبزا رو داشته باشه، اون توکن سکه 0ش از نیبه 3 در نظر گرفته میشه. یعنی شما دارین 0 میذارین که اون سکه‌هاتون با هم دیگه جمع میشدن و عددش با هم میشد، ولی 0 انگار 0. حالا بعد اینا انتخاب کنم. نارنجی ها ماینر ها بیشتر از همه داشته باشه، یه دونه جم طلایی میگیرین که عدد 6ه، یعنی از همه بیشتر عددش. یعنی شما
حالت مساوی رو دیگه بالاخره میبریم و خودش هم 3 امتیاز داره. بیشترین بلک اسمیت ها رو داشته باشین این بنفش رو، یه کارت بلک اسمیت دیگه با رنگ 2 میگیریم، یعنی دو تا لول دیگه تو این بنفش ها میری جلو، که به نظر من واقعا باگه این قصیه خیلی خطر میشه. و بیشترین آبی کمرنگ ها رو داشته باشین، 3 تا کارت از ایج 2 میگیریم، دکای ایج 2 کارت همین دورفا، که یکی شما میتونید استخدام کنید برای خودتون دیگه. این از این کارت های بهشون میگن دیستینگویشن، دیستینگشن کارت ها، دیستینگشن کارت ها. بعد ایج آخر ایج یک کارت ها رو میگیریم، بعد ایج دو هم بازی میکنیم، بعد تمام میشه دیگه. پس چیزه که ما امتیاز میادن، یکی امتیاز که رو خود هیرو هامون نوشته و حالا هیرو ها به شکل خاصی امتیاز میدادن، امتیاز روی کارت هامون رو میگیریم که مثلا کارت مثلا آبی کمرنگ و قرمز و نارنجی امتیاز جمع میشه، نارنجی زده تعداد عدد میشه، یا مثلا سبز و بنفش که ترکرشون میرواد نارنجی رو دادی به من مرسی من ایرو استخدام این استخدام میکنن هرچی بازی ها چیه؟ امتیاز دیگه که میگیرین از جمع سکهاتونه، همه سکهاتون با هم دیگه جمع میشن، عددشون بهتون امتیاز میده. باز امتیاز دیگه اون جم تلایی داشته باشین 3 امتیاز میگیرین، کارتا همین دیگه، امتیاز دیگه نمیگیرین دیگه. اسکوچ دیگه همچه اصلا زده ندیگه نکنین تو هر نو دور کارت میکنم، تو هر نو دور امتیاز گرفتون رو میگیرین. آره زدم امتیاز هیروهاتون رو میگیرین، امتیاز سکه هاتون رو میگیرین و جم تلایی اگه کسی بیشترین تلایی داشته باشه. و تو این دیستینکشن کارت ها که مثلا هرکی بیشترین بنفش داشته باشه بیشترین چیز داشته باشه، اگه با هم مساوی بشی هیچ که نمیشه اون قضیه رو. توی وریرا، وریرا اگه هرکی بیشترین تعداد وریرا داشته باشه با بزرگترین سکهش جمع میشه با امتیاز آخرش، اونو اگه مساوی بشی همه میگیرن، ولی این دیستینکشن کارت ها رو همه نمیگیرن. و فکر کنم همین بود دیگه، یه داستان دیگه که نداشت. این به من چقدر مهربون بازی میکنید، داری آموزش میدید. من نمیدیدم چیه چیه، فقط هم میدیدم. آره دیگه این هم داری دستگرمی داریم میزنیم نیدافلیر رو بریم، بعد این دستگرمیه بازی بسیاری جدی بزنیم گیره کیه بزنیم تو سایت بورد گیم آرنا نیدافلیر رو بازی کنید. اشوار مرسی که ویدیو رو نگاه کردید، ما رو توی اینستاگرام، آپارات و یوتیوب فالو کنید حتما. دمتون گرم.